مگه نمی‌بینی میخواد بره دست شو؟ آقا بس زود باش، دارم میزم پیاده شو. پیاده شو بیا. نمیخواد بری بابا، میخواد تو دیگه به دست شو و شهر رو بردار. آقا چاکرت دیم نمیخوامه. ساده با حال آقا رو آقا ببخشید، خیابون هشتم چندم میشه؟ چی؟ عرض کردم چند شنبه هشتم میشه اگه چهار تا خیابون جلوتر دست راست کجا چی کجایی؟ آقا جو منظورش اینه که مستقیم از کدوم بر میرن؟ الهی بربونه اون لجت برن بچه تهران آقا میشه پروفسوریت برن با کی حرف میزنی تو؟ بفر مسلح بیا پایین، عملیات داریم. مواظب باشین. آقا بسن شهران بپا. الو سلام مامان، چه کار داری اینقدر دم به دقیقه زنگ میزنی؟ باشه بابا، من کار مهم دارم، اینقدر زنی نزن دیگه. خداحافظ. داریم حالا فعلا بریم یک کفاشی. آقا
پاشنه کفشمو درست کنم بدون پاشنه کفش حالا اول تعطیله. بریم پاشنه منم سر حال میشم حال بکنم. من با این کفش خوش دوچاره وایسی. حالا نوبت منه. یه در از اورانیومی قرار شده دادم. بابا زمانی هست اینجا دوباره. بودو شهرم هم میخوام عملیات انتاری رو بندازم. شهرم بشین پشت فرمون. الو. الو سلام بابایی. هیچی بابا آمدن در خونه دوستم جزوه بگیرم. چه اینجوری صحبت میکنی شما؟ شما حالا هی سرکوف بزنی، هی سرکوف بزن خب؟ هی سرکوف بزن بابا جان پلیسه. به همه گیر میدم، به منم گیر دادن. محتویات که بتون چی میده؟ کارت اعتباری و یکم پول. جب سرپرست اینو مسئله نیست برای من. من مدارکم برام مهمه. پاسپورت، شناسنامه. سپیده جان یه عکسی که گرفتی و نشون بده. آره جناب سربان ازشون سری عکس هم گرفتم. اگه لطف کنید ببینید من ممنونتون میشم. بفرمایید. شما ببینید. شما همیشه دوربین همراهتونه؟ نه جناب سربان. این دوربین ثبت خاطرات دوستمه. دوستم از بچگی خارج بوده. الانم اولین باره که برمیگردن ایران. پاسپورتش هم ایرانی نیست. اومده دنبال پدرش بگرده بعد سالها. اینم که گفتم دوربین ثبت خاطرات ایشونه. میخواد خاطرات سفرش رو ثبت کنه که برای یادگاری نگه داره. صحیح. شما کارت شناسایی همراهتون هست؟ بله. مگه چیزی شده جناب سرما؟ اجازه بدید شما. خدا یه کاری کنید. سرکار، عکسای داخل دوربین پرینت گرفته بشه. اون ماشینی هم که شمارش داخلش هست، فوری پسش. شما هم دنبال ما تشریف بیارید. ما خیلی لطف کردین. ممنونم. این عکس رو چرا زدی اینجا؟ احمد شاه مسعود میشناسی؟ من خودم معاون اطلاعاتی احمد شاه مسعود هستم. البته جایی گفته نکنی ها. اینا سیکرت هستن. الان اومدم تو کار کفاشی. من میگم این عکس چیه اینجا؟ طالبان هم خود من لو دادن. کسی گفته نکنی ها. این عکس رو میگم واسه چی زدی اینجا؟ چقدر سوال بکنی؟ بوشه میشناسی؟ اونو که همه عالم آدم میشناسه. اون خبرنگاران هم میشناسی؟ توی؟ اون کفشایی که زد تو صورت بوش خود من این کفشا رو به این خبرنگارا داده بودم. چی رو خنده میکنی؟ فکر کنی دروغ گفتم میکنم؟ اینم لنگای دومش هست. اگه باور نمیکنی بگیر نگاه کن نزدیک. چی رو خنده میکنی؟ نه بابا چی؟ اینجا باز چی اومدی؟ یه دقیقه این پاشنه کفشم بدم این درست کنه ردیفش کنه. چی شده مگه؟ اوه داشتم اونو چه حالی داده بود نکنم خواب بری خواستگاری موسیقایی چیزی. یارو تو محل ما میشینه. کی؟ جون من یکی رو بیخیال چیم بینه تو مازی بایی. مرد حسابی فکر کردیم از این تیپ خفن میگذرم؟ من یکی این پروژه خیلی خوب تو بشین تماشا کن. تو بیا شهرم بیا پای. دوماده مگه نمیدونی کیه؟ چکر شا دوماد بهنام شاینی هستم. به به چه جوان رنه ای. چکر تیم. بنده هم اردشیر پیر داغیان هستم. آقای پیر داغیان شکر کردی با این خیلی داغان هستن. یه کارش بکن دیگه درمت خواهی. شما خیلی هاش حالا یه دقیقه سر کنیم شکر کنیم بسر. شهرم ما یه آقای پیر داغیان جایی نهیدیم؟ نه داداش. آه شما قبلا همدان نبودین؟ همدان نه. عجیبه منم تا حالا نرفتم. حتما دو نفر دیگه بودن. حالا بگذاریم این پیرداغیان یعنی این که شما پیرا رو داغ میکنیم دیگه. شما هم ایشالله پیر شیم هیچ وقت هم داغ نبینیم. ای آقا آقای پیرداغیان شما که پیر شدی آخه چه خیری دیدی که ما ببینیم؟ چه خیری میخواست ببینیم بابا؟ با این تیپش با این تیپ مشتیش فشن زده داره میره خواستگاری دیگه. دیگه وقتی شما جوونا بیکار بشینین اون پیر مردا باید دست به کار بشه. شهرام من میگم آخه این آشغالا چیه میخوای تعمیرش کنی؟ بیا اینا رو از آقای پیرداغیان بخر همینا رو پات کن توپ
فشن. آشغال چیه جوون؟ کفشای خودش 200,000 تومان پولشه. کفش من به تیپ این نمیخوره. بابا تو دیگه کی هستی آقای پیرداغیان؟ یعنی این قیمت رو گفتی ها؟ بالاخره دیگه ما هم تو کار قیمت نه آقا نه، من همین کفش رو میخوام بخرم، این باحاله. راست میگی. کفشای خودت چن؟ قربونت پاتونو تو کفش ما نکن، کفش ما به درد شما نمیخوره. نه دیگه آقای پیرداغیان، زیاد گفتیم و خندیدیم نسکه. وقتی آقا شهرام طلب شده باید براش بگیرم. نه عزیزم این خوبه. کفش مخصوص پای منه، گفتم به درد شما نمیخوره. آقای پیرداغیان بشین، 200ش میکنم که فقط راضی باشی. بعدا ما باید تشخیص بدیم به دردمون میخوری یا نه. شهرام بیا سرکو سرکا این برده این برده این برده خوف زنجیر کردی آقای راست بگیر گفتم که کفش من به درد شما رفاهی بی دردی هستن زکار بکنی بچه ها پولتو به جا گذاشتی یه پولتو به جا سه تا آونا رو به ما بده ترش میخوایم ملس میخوایم بچه من ترش منم ملس شهرام اونم شیرین میخوره یه ترش یه شیرین یه ملس اون همیشه شیرینه این ترشه نه دیگه این ملسه شهرام بیا خب برای من بیارین دیگه مامانت اینجا نیست با سه تا آونا رو بیاره بیا او پام درد میکنه آبا دمت گرم بیا دیگه شهر بیا دیگه آه خب برای چی میپری آخه چلمن پلاکش جام سمان یه چک بکن بگی آقا یه پله چیزی اینجا بذاریم برای مشتریاتون که نمیتونم پرش کنم چشم چشم ببخشید آبنا رو زر بدن پلاکش تطبیق داره با همون شماره که اعلام شده خودش مرکز 65 فروخ تنه پلیس چسبیده ماشین ساکت نگاه نکن اون برای نگاه نکن یه پیچ بیاری مرکز خسته نباشید مستظر باشید خودروی مورد نظر رو رویت کردیم جا سبان خود بکنم خودتونن بگیرشون می‌بینی آبی؟ یه پایین، یه پایین
نیست. همونطور که مستحضر هستید این مکان نقش رستم در 6 کیلومتری شمال تخت جمشید و در دامنه جنوبی حسین‌کو در نزدیکی شهر شیراز قرار گرفته. همونطور که مشاهده می‌کنید نقش رستم به صورت پرده بزرگ نمایشی به ارتفاع 70 متر و به پهنای 200 متر در آمده. این مکان مورد توجه پادشاهان هخامنشیان، ایلامیان، ساسانیان، صفویان و قاجار بوده که در آن آرامگاه 4 تن از پادشاهان هخامنشی از جمله خشایارشاه، داریوش کبیر، اردشیر اول و داریوش دوم به ترتیب از راست به چپ قرار گرفته. خب دوستان اگر سوالی ندارید بریم قلعه کلیسا رو در آذربایجان غربی به اتفاق ببینیم. خانم کوروش کبیر کجاست؟ کوروش کبیر رو بعد از بخش قلعه کلیسا به اتفاق می‌بینید. بفرمایید. نرید شام نذارید. خانم ما اینجا توجیه نشد. ما دوستان نرید. ما سوالامو بی جواب موندم. یه لحظه اجازه بدید. کجا آخه همینجوری سلام باز کجا خرابکاری کردید؟ آقای بله آقای پیرداویان آقا اجازه بدین دستتون رو ببوسم. آقا ما غلط کردیم. ببینین ما غلط کردیم. قصدشون اذیت بکنیم ببخشید. خدا اشو پلیس چرا دنبالتونه؟ پلیس همینجوری دنبال ما نشده. یه جای ما رو الان یه جای قایم میکن توضیح میدیم. بعدم همه چیز توضیح. فکر کن دهاشتیم. راست میگه. خیلی خوب بریم اون پشت قایم شیم. آخ دست درد نکنه. سلام آجو. سلام جانم. بفرمایید. سه تا جوون در دستم فرار کرده این برا ندیدینشون. چرا؟ پشتر من باییم شده. ببخشید. طوری شده سرکار؟ بابا ایوالا. تو دیگه کی هستی؟ اردشیر پیرداغیان هستم. خیلی ناکرتی. آقا رفت. فعلا بیرون نیاییم. آقا فرزین شما دیگه چرا؟ شرمنده آجا با اما ندستین رفیقای ناباب. ای آدم فروش من دنبال حال ساده و استمراری بودم. پس چی؟ پس کی؟ اون از لواسون که لایه کشتی ماشین بابا میخوابوندن این عملا هستیم. او اصلا رفیق بد من الان چی کار کنیم؟ حالا که دیگه ماشین منم خوابوندن تو باقالیا الان زنگ میزنم به بابام یعنی سرمو بیخ تا بیخ میبره. بچه ها فکر کنم بعد یه چند روزی آفتابی نشیم تا آبا از آسیاب بیافته. ببین خونه ما رو که اصلا حرفشو نزنیم بابام رامون نمیده زایه میشیم. من میدونم. من که با مامانم قهرم الان بریم اونجا فکر میکنه اومدم منت کشی پس اصلا رو من حساب نکنه. آقا پروفسور یعنی بریم اونجا نمیتونم پیدامون کنن. خب پس چیکار کنیم؟ ببینم کف خیابون. من که میگم این ایدی یه چند روز بزنیم بریم شمال. نظرتون چیه؟ آره منم پایم. خیلی هم خوب بریم شما. چی میگین؟ با کدوم ماشین؟ آقا این سربازه رفت یا نه کمرمون خوش شد. خیلی وقت رفته. آقا بچه را چیزی نمیگیم زانون ترکید. آقا شما دیگه کی هستیم؟ ما خودمون یه شهر رو میذاریم سر کار مخ شما مارو سر کار گلشی دست رو دردن کنه. آقا زشته خجالت بکش. اگه آردشی نبود که الان با قپونی بسته بودن برده بودن. راست میگه. راست میگه. آه خیلی شرمنده ایم. به خدا یعنی اصلا من طرف این بچه ها عوض میخوام. ببخشید. یه پول تو بگیر. کو؟ میخوام به این سفر لازمتون میشه دیگه. خجالت بکشین. من چرا خجالت بکشم؟ تو خجالت بکشین. خجالت بکشین. اگه کم داریم بازم بهتون بدم. بابا چه دیگه چی هست؟ اردشیر پیرداغیان. ولی آقا این پلیس عجب آدم بیکاری بود. از کجا دنبال ما دوید؟ ولش می‌کردیم می‌خواست خود شما الان دنبال ما بیاد. ولکن نبود اصلا. خیلی وظیفه شناس بود. اگه نتونستیم بریم شمال من میتونم بفرستمتون جنوب. جنوب؟ آره. نه آقا جنوب آخه می‌دونی گرمه، داغه، بعد اصلا دوره. چه کاری حالا بریم جنوب؟ خودشون با ماشین میبرن، با ماشین هم میارنتون. محل اقامت و خورد و خوراکتون هم مجانی. هم فال هم تماشا. وا. فقط به شرطی که همین امشب بریم ها. چون اگه دیگه به شب بخوره و خونمون هم که تعطیل یعنی کارتون خوابی بازی داره اصلا. یعنی همین امشب بریم اگه میشه. از در پشتی بریم.
اگه تا یک ساعت دیگه برسیم به فرهنگسرای شفق به اتوبوس میرسیم. شما سه نفر اسمتون چیه؟ ها حاج آقا رو میگه من اون تهیه اما بله شما ما رو داریم چیزه ما داریم میریم جنوب دیگه نگفتم کجا میخوایم بریم گفتم اسمتون چیه اسمت چیه؟ بابا جون اینجور جاها که اسم مهم نیست مهم اینه که همه داریم دور هم میریم جنوب این مهمه آفرین نه مثل این که حرف آدمیزاد حالیتون نمیشه یا اسمتون رو بگیم با لیست چک کنم یا بفهمم بیرون تو امروی من بالا نمیاد. آدم با کسی که میخواد بره جبهه اینجوری برخورد میکنه. نه این درسته برادر. برادر برای من راننده. بیور بیرون ببینم. بیور بیرون یالا. درس اخلاق میخواد به من بده. آقای برادر. یه لحظه اجازه بده. برو برادر شوشتری معرفی کردم بابا. هر کی میخواد معرفی کرده باشه. بفرمایید بره فرنگسرا بگید اسمتون رو وارد لیست کنم بعد بیاین سواشین. بفرمایید. بابا آخه که اینکه نمیشه یعنی نمیشه ما بریم پایین بابا زایه بازارش نمیشه. بله عرض میکنم ببینید ما میخواییم پلو هم بشینیم میترسیم بریم جامونو بگیرم پایینم پلیس رو نمیم بعدم اصلا میدیم مهم چیه این دوتا رو مادرشون به من سپرده ای بابا آقا جون چقدر بحث میکنید یه دقیقه برید تو فرنگسرا رو اسمتون رو بنویسین بیاییم من خودم جاتون نگم دارم چشم بابا چشم منتظر امر شما بودیم بله. چشم خوشحالمون کردیم آقا دستولی بیا استاد تو بچه بنداز بیرون و الان خودم با این چی شده؟ لا 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 چی شده؟ آقا تو رو خدا بهش بگین عفت کلام داشته باشه بابا هر چی بهش میگی ما رو برادر شوشتری معرفی کرده اصلا گوش نمیکنه. اون سه نفر شما این؟ بله خیلی خوب پس شما باید یه لطفی بکنین یه دقیقه با من بیاین تا دفتر یه فرم اونو پر میکنیم که اسم شما وارد لیست بشه بعد دیگه من در خدمت هستم حاج آقا حالا نمیشه همینجا فرما رو پر کنیم آخه میترسیم بریم پایین اتوبوس پر بشه خدای نکرده ما جا بمونیم این نادی چه بربر زبونی میکنن بذار به حساب اشتیاقی که برای دیدن جبهه دارن آج آقا باور کنین غیر از اینم نیست آقا جون اصلا چطوره من برم فرمو بیارم همینجا پر بکنیم آج آقا دمت گرم شما به این باحالی تا حالا کجا بودین همین دورو برا روشنی؟ آره برای من بود دوست کن چی بود رو دوسته؟ تو نمیدونی من آره مگ مگه برادر فردی تو چی؟ فردی اوه بابامه جواب بده بابا شاید موضوع حل شده باشه اون وقتی که لازم نیست با این اتوبوس لکنته تا اهواز بریم راست میگی دیگه بابا کیفم که
کیف سوپرمن کو بچه جا بازاری نداشته باشم. الو بله. الو بهنام کجایی؟ هیچ جا، همین دوره برا. همین دوره برا یعنی کجا؟ یعنی که در خونه دوستم اومدم یه جزوه ازش بگیرم. آره شادی ارواح شهدای اسلام صلوات. ببینم خونه دوستت روزه است نه؟ نه با روزه چیه؟ چیزه اینجا این همسایه دوستم از سفر حج برگشته، مردم دارن برایش صلوات میفرستن. حاج آقا قبول بشه. قبولم. بسیار خوب پسرم، حالا بگو ببینم ماشینت کجاست؟ ماشینم خب میخواستیم کجا باشه؟ خب با دوستم تو ماشین نشستیم داریم باهاتون حرف میزنیم دیگه. من الان کنار ماشینت وایستادم با مادر بزرگ تو، ماشین نیروی انتظامی و پلیس و تیر و تفنگ. تو آبروی منو بردی، حیثیت منو به باد دادی، شرف منو زیر پات گذاشتی. آها چیزه، شما ماشین خودم رو میگین؟ اونو پارک کردم و ماشین دوستم اومدم. اصلا گور پدر تو، ماشینو دوسته. بگو ببینم اصلا کیف مردم تو ماشین تو چیکار میکنه؟ کیف؟ کیف مال کی؟ کدوم کیف؟ کیف چیه؟ چیزه اون کیف مشکیه رو میگیم؟ ببین بابا دیروز یه خانومی رو تو خیابون سوار کردم، بند خدا معطل کنار خیابون، مثل اینکه شوهرش رو ماشین زده بود بهش، دو نصفش کرده بود تو بیمارستان، اینو خیلی عجله داشت، این کیف رو جا گذاشت. حالا از سفر برگردم بهش میرسونم، چیز مهمی نیست. سفر؟ کدوم گوری میخوای بری؟ سفر؟ سفر که همین الان خودت گفتی. من کی گفتم؟ من گفتم آها منظورم اینه که ایشالله دست جمعی یه بار با هم بریم سفر حج. خوب گوش کن آقا بهنام، من افسر گشت 110 هستم، کاری نکن که درخواست حکم جلب تو بکنم. بهتره بیشتر از اینم با آبروی خودت و خانوادت بازی نکنی. هر جا هستی فوراً خودتو برسون پیش ماشینت. ببین بهنام، مگه این طرفا پیدات نشه با دست خودم سرتو گوش تا گوش میبرم. آقا این چه حرفیه؟ من میگم بیا اینجا، شما میگی نیا. منظورم اطراف خونه بود. خب حالا چی میگفت؟ کیفو پیدا کرد. خب چه بهتر، وقتی میرن کار ما نیست بیخیار ما میشن دیگه. پروفسور. بله. صاحب کیفم اگه بیخیار شد تو بابای منو نمیشناسی. سرمو بیخ تا بیخ میبره. تا برگردیم همه چی یادشون میره. راست میگه بابا، الان تو عشق است. بیام بیا الان تو عشق. بزن آهنگ قبلیه بزن. آقا جون اینجا خونه خاله نیستا. حاجی من یه چی به اینا میگم آ. بچه‌ها بس دیگه. سیدان هم قد بشه. بر خاتم انبیا محمد صلوات. خیلی سخته که آخرین خاطره یادم از پدرش همچین دعوایی باشه ها. آره مامانم هم همیشه همینه میگفت. خب میدونی پدر بزرگم همیشه با پدرم جر و بحث داشت. این چیه دیگه؟ خب نه پدرت میچیه؟ آقای برادر، آقای برادر، آخه این چه وضعیه؟ از این انرژیزهاش ندارین؟ بال در بیارین؟ ها داداش، نوشابه داریم، بیارم خدمتتون؟ نه، قربونت برم، ما اصلا حساسیتامون چیزیم، حساسیت داریم، کهیر میزنیم. من همین الان تر بدنم گفتی، اسمش گفتی دارم میلرزین آقا، مایتم ببینم، به قیافتون نمیخوره بچه این محل باشه. نه برادر، ما همچین بگی نگی سفارش شدیم. میدونم اگه بچه این محل بودین که بالاخره به پست من میخوردین. شست سر سر. ما اگه با تو بچه محل بودیم غلط میکردیم، از یک کیلومتری پست رد شیم، چه برسه که پست هم میخوریم. خیلی بانمکی ها. میدونم بعدان با هم کار داره. انشالله بگیم ببینم خودتون تنهایی داره میای؟ نه مامونامونم تو ماشین برد. نه ما سه نفری میام، شما اگه تشریف میارید در خدمتیم. شیرون زبونی هم که میکنی؟ آره هم چی شده حواس جنوب کردین؟ همینجوری گفتیم دوره هم باشیم در معیت شما آج آقا، اگه خدا بخواد به راه راست هدایت شیم. عجب تو اسمت چی بود؟ اسماعیل. زهر ما نخند دیگه، فهم کن شوخی میکنم. بیا آخه قراره برگشتم بابام سرمو بیخ تا بیخ ببره. این راست بویه. حالا که ایسکای بعد جاتون گذاشتم یاد میگیریم بابا چجوری حرف بزنیم. ببین به جون خودم تا خود احواز من از یار جم نمیکنم. جام خوبه، ببین خوراکی هم از همیشه عالی. روشاب هم که نیست عوضی مادرم خیلی سعی کرد باش تماس پیدا کنه.
اما نتونست پیداش کنه. پس الانم نمیدونی که زنده است، شهید شده یا مفقود؟ هیچی نمیدونم. خب حالا اونجا چی کار میکردی؟ درس میخوندی؟ کار میکردی؟ زندگی میکردم، کار میکردم، تفریح میکردم. مامانم هم هیچی برام کم نمیذاشت، ولی همیشه احساس میکنم یه چیزی تو زندگیم کم دارم. برادرها نیم ساعت توقف میکنیم، خواهشن کسی جا نمونه. احمد آقا بفرم، بیا سایر اومده. سلام علیکم. آج آقا پذیره وجود باشه. یالا پاشین. وای وای پاشین، صبحونه هست. پاشو ببینم. صبح شد. ببینی آجی، برای خوردن سریع بلند میشم، ولی برای نماز این میت میفتم. خارد بخوره تو شکمتون. چرا برای نماز بیدارمون نکردی؟ راست میگه. بزن اینجا بیدارمون نکردی؟ خیلی خوب. فقط یادتون نره بعدا غذاشو به جا بیارید. الان هم اینجا ایسکا صلواتیه، دیروز سالایی چی نخوردین ها. باشین یه چیزی بخورین، میدونم گشنه‌تونه دیگه مگه نه؟ باشین خودتون پذیرایی کنین، فقط شیطونی نکنین. آجا با بمیشه اول غذا رو بخوریم بعد غذاشو بخوریم. سر تانک‌ها رو ببین. بچه ها این تانک ها حالا واقعیه راستوسکیه یا از مدل ماکته؟ نه مدل همجوری بس خنده گذاشتن تو بیام. حالا تو نمیشه اصلا. وای داداش کجا؟ هیچ جا. یالا ببینم. وای چه برادر شما فدات شما. خاله که نیست بودو. الموت صدام، الموت صدام، الموت صدام، الموت صدام، الموت صدام، الموت صدام. چاکر آج آقا، خدا قبول کنه. قبول حق و شما. نون بوغلمونه دیگه. بوغلم هم میاریم واسه تون. بفرما شما، شما بفرما. بفرما. آقا اینجا سرف سرویس هشت درم بخواد میتونه برنیم راقا. خودتون پذیرایی کنه. خودتون پذیرایی کنه. آج آقا قبول باشه. ببخشید، بودیم دو دقیقه خودتون رو ببینید. یا الله، یا الله، بفرما. تو رو خدا بلند نشین، تو رو خدا بفرما. چاکر آقای برادر. برادر بفهم، میخوام در معیتت بفهم. برو بچه دور من. ما میخوام در خدمتتون باشیم، در معیتت باشیم. چرفه بفهم. آقا دست چی بهتون کنین ناراحت میشم. ببین گوش کن. قاطی نکن. برا ببین میام الان. ببین من سربازی نرفتم، خدمت سربازی نرفتم. خب معاف شدم. بده یه رگباری. دست نزن بچه، اسباب بازی کردی که. بابا قاطی میکنی چرا؟ یه رگباری بزن. شرمنده. برو بچه. یه تیر من هوایی، به جان خودم هوایی. اسباب بازی که نیست که. حاج آقا میگم سعادتی بود پارسالم در خدمتتون بودیم ها، چه حالی بود. یاد نمیارم، شایدم بود، اما خب ما اولی بارم اتنم بردیم. تو رو خدا ما هم اولین بارمونه. حتما دو نفر دیگه بودن. حتما اونو صداش کن بیا دارن گرم بزن. شهرام بیا دیگه. آقا یه فرما. آره آقا کلات منو کشته، کلات منو کشته. ولی عکس بگیر این بار. چیکار داری با اونا؟ پدر جان، دکتر شهرام، دکتر شهرام پدر جان. بچه ها اینجا جون میده واسه یه حال ساده. پروفسور این که دیگه حال ساده نیست، ماضی بعید بنده خدا. بعدم میگن اینجا افقون. مگه اینجا منطقه جنگی نیست؟ ما باید یه کاری کنیم اینا با پوست و گوشت و استخونشون بفهمن جنگ چیه. انفجار دستشون بیاد بام. شهر نکن شهرام. بچه حالا خیلی خوب. فقط حواستون باشه. ببین ترکید خودمونم باید بترسیم. حاجی من تو اتوبوس حواسم به اینا بود، اینا خیلی مشکوکن، فکر کنم خانوادهشون خبر نداره ها. آقا
طوری نشد آقا، اجازه بده. یه ترقه است، یه ترقه ساده. اینو این دفعه باید چیکار کرد؟ حاجی من باید همینجا اینا رو آدم کنم. آره ما نبود که ما خودم زهر ترک شدیم. نه 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 بابا چی میگی؟ باشین شما ها. حاجی شما نمیدون اینا چه آدم هایی هست. اینا رو بسپار دست من، من سه سوتو آدمشون میکنم. چی بود این اسم؟ زد. زد ها؟ تفنگش واقعی بود. گوله گولهش واقعی بود ها. میدونی چه زد زد. گلوله واقعی زد. شما میبینی سواشی دیگه تکرار نشه. چشم جو این سواشی ببینم احسان، یادت بابات که شهید شد؟ تو مراسم ختم بابات کی از همه بیشتر زار زد؟ کی؟ غیر از این بود که ابوالفدایی که از سلیمانی اومده بود از همه تو خودتو اندازی ابوالفدا زار زدی؟ هیچ کی زار زد؟ چی میگو؟ گفت تو جنگ منو اسیر کردی؟ هنوز اسیرشم. خودتو اندازی اون زار زدی؟ اصلا کسی؟ فضا اینجا بیا عزیزم، یه عکس ببینم. چی شده؟ فکر کنم خودشون بودن. ببخشید کیا خودشون بودن؟ نمیدونم، فکر کنم همونایی بودن که کیفتو زدن. خیالاتی شدی دختر؟ نه مطمئنم، تو اتوبوس بودم. آخه کیف زنه اینجا چی کار میکنه؟ بیا بیا بریم. شهرام ای داری؟ تو پارسال شبهیت کجا بودی؟ پارسال شبهیت هیچ جا. نه پارسال آها ماینا رو فرستادمشون، نمیخواستم ببرم، فرستادمشون شما. منم مثل خرنش سودم میخوندم همه جواسه فوق لیسانس خرخونی میکردم، هیچ کجا بودم. تو چی بینام؟ بینام خب میگم تو چی؟
تا بکنی این نصف شبیه حفیظه بخواب دیگه. شقایق اینجایی؟ دو ساعت هم دنبالت میگردم. چرا نمیای شام بخوری؟ اصلا میل ندارم. بعدن که دیگه غذا نیست. بعد شام هم برای سال تحقیل میخوام به منطقه. گرسنه میمونی هم. فعلا ترجیح میدم بخوام. باشه، پس غذاتون میگیرم. میذارم توی یخچال، هر وقت گشنه شد برات گرم میکنم. سپیده جانم، فکر میکنی من میتونم نشونی از بابام پیدا کنم؟ اون آقایی که تو سپاه خیلی امیدوار بود، شده پیداش میکنی. زیبا زیبا هوای حسل عبریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رو به آفتاب بشوید دلتنگی من. زیبا زیبا هنوز عشق در حال حوش چشم تو جد. مامان نانه بعد از این در منطقه عملیاتی کربلای چهاره. یکی از برادرایی که حضور داشته تو کل عملیات میاد براتون تمام عملیات رو تشریح میکنه. صلوات بلند بفرست. بفرمایید تو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا تو چته؟ چه خبره؟ جوگیر میشی و فاس میدی، فاس میگیری. انگار یاد رفتم ما اومدیم اینجا برای چی؟ برای چی؟ آه برای چی؟ عشق و حال حالشو میبریم دیگه. آمین. آخه گاگول نمیشد اون روز به تمگی تو ماشین عوض کیف خوابی نکنی؟ من تو چه به این کارا شکلات؟ آه بهنام آقا سلامتی حاج آقا صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه خوبی داره. نظری هستم، جانباز روشندل 70%. جای مقدسی قدم گذاشتید، قدر خودتون رو بدونید. دستتون رو از دامن شهدا نبرید، بزرگایی که به خاطر ما شهید شدن. ما تو جبهه زندگی کردیم. یعنی شوخی و اینا هم میکردیم با هم؟ خاطرات خیلی قشنگی در رابطه با این که میگید شوخی. آجی اینا باز دارن مسخره بازی در میارن، اما میخوایی چیزی بهشون بگی؟ فیل کنه عزیزم. یه یقلبی پر آب کرده بودم، یکی از بچه ها اومد ظرف غذایی که دسته داره، بعد درشو میذارن با اون دستهش قفل میشه، بعد این یقلبی رو پر آب کرده بودم، دسته یقلبی باز یه خودکار به یه نخ بسته بودم، بعد نوک این نخ رو گرفته بودم، به یکی از این بچه ها گفتم
خوب میخ این خودکار شو، من تو رو خواب میکنم. این بنده خدا من اینو تکون دادم، هی اینو تکون دادم، این بدجور میخ این خودکار شد، هی اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، من یه بار زدم رو دسته این یقلبی سر تا پا خیز شد. دمت گرم حاجی. من فرار رو ولی تلافی کرد. به هر حال من خواب بودم، ایشون یه 17 کیلو آب یخ آوردی خورد. یه خاطره خیلی قشنگ میخوام تعریف کنم. یکی از دوستا که 9 سال اسارت کشید. بچه یه دونه دیگه دیگه آزاده بزرگی که الان در قید حیات و داره زندگی میکنه. میخوایم برادر رزمندمون رو امتحان کنیم ببینیم چه. یه روز ازش پرسیدم دوست عزیز شما 9 سال اسارت کشیدی، شیرین ترین خاطره اسارت و تلخ ترین رو برام تعریف کن. بنده خدا گفت یه روز عراق میخواست در آسر لشکر، کل لشکرهای عراق میخواستن عملیات کنن. عملیات خیلی مهمی بود، ادوات خیلی زیاد میخواست. گفتم این آدم نمیشه. برادرا فکر میکنیم اصلا تو منطقه عملیاتی هستیم ها؟ فقط برای اونایی که هنوز یه خورده سر حالن اینو میگم، ما میخواییم بریم تو منطقه عملیاتی یه چرخی بزنیم. هر کی دلش بخواد میتونه همراهی کنه ما رو. آقا ما حاجی، ما هستیم حاجی، ما هستیم حاجی، ما میایم. به شرطی که فقط یه دونه از این ماشینای لند کروز جنگی که تو فیلم‌ها نشون میدن از اون باحالاش بندازین زیر پای ما که قشنگ نمیدونم این فضای جنگو با پوست و گوشت و این استخونامون درکش کنیم، در بیاد برامون. رانندگی بلدی؟ آره آجی، این رفیقمون تو مسابقه ماشین سواری فرمول یک کاره. راست میگه آجی، این شهرام شما خریناستی که گواهینامه یک بینول داره. فقط به این شرط که پشت سر من بیاییم که گم و گور نشین تو بیابونا. چش آجی چش. بابا دمت کرد. حاجی جون شما به این باحالی خوش دیدی تا حالا کجا بودی؟ همین دورو برا. خب عزیز برادر رو برد و برای اقامتگاه که استراحت کنن. با حاجی بهاری هم بگو دو تا لند کروز بده جنگی بیا. برو دورو برد برو ایستم. من یکی تا آخر اون نوکرت من گفتی میخوایی بلند کروز به بچسبه بچسبه آره فقط دنبالم بیان چشم مخلصت هم هستم دو تا من به به آقای برادر خسته نباشی داداش این سویچ ماشین خدمت شما هست بدم بهشون آره بده دیگه چرا چونه میزنی چه حالی داده حاجی ببین تو اینجا تو که نداری الان بیا یه تیر الان میام بده یه تیر خوشگل باشه عزیز من اسباب بازی که نیست که برو بچه ببین چفیت رو لاغل بده من حس لنگ کروزی و جبهه رو بگیرم با ما می حالی بکنیم آها دمت کرد بیا دیگه سوار شو کجا؟ من لنگ کروز رو گرفتم دم دعواش سر من بوده جوگیر شدی و مال این حرف نیستی برو بشینیم من گفتم من شد فرمول یکی برو وسطی برو وسطی
باکش کجاست؟ باکش هم بدونیم کجا، بنزین نداریم. بنزین از کجا؟ باکش هم پیدا کردیم. راحت نزن دیگه. ماشین میخوایم، ماشین میخوایم. تکومده ماشین رو بیدن. تقصیر تو بود دیگه، گفتی آجی رو قال بذاریم به بیچونیمشون. به من چه مربوطه؟ حالا که کار اینجوری شده نیست تقصیر من؟ هسته دیگه. من میگم برگردیم بریم تا شب نشده، گیر میفتیم. این بیابونی کجا میخوای بری تو؟ ها؟ ما چی نمیدیم اینجا اصلا بلد نیستیم، نمیدیم اونجا کجا میره اینجا کجا. تو بمون، تو همه جشن به خاطر تو گیر کردی. چرا خاطر من؟ کجا آقا داریم؟ ما اینا رو جا اصلا بلد نیستیم. یه چیزی بکنم یواش یواش کنم گم بشه. نه داداش، یه دفعه گم شدی. از همون طرفی که آمدیم برمیگردیم. شما بفهمم ما از کدوم برمیدیم، از اصلا مشخص ما از کجا آمدیم که الله اصلا اونجا برگردیم. از اون طرف همینجور دیمی، از اون طرف من خودم نشونه بذاشتم. بابا هانسل گرته نشونه بذاشتم. بیا بیافتیم کجا آخه. آه شهرام بیا دیگه. الکی بریم بیا. بریم جا همش کرده بریم. کسی اینجا نیست؟ کسی اینجا نیست؟ ما رو گم کردیم. بچه اینجا جای انفجاره، راکتی بمبی یه چیزی خورده، بود رفته. بچه اینجا میدون مینه. راست میگه میدون مینه. نمیشنم چی میگی، چی میگی؟ میدون مینه، بیا بیرون. مسخره بازی در نیار، بیا بیرون. مین زیر پامه. چرت و پرت نگو، برگرد بیرون. به خدا مین زیر پامه. بیا بیرون، مسخره بازی در نیار. جون مادرم راست میگم، مین زیر پامه. بابا بردارم میتره که. بیا بیرون. به خدا راست میگم، به جون داداش آرمینت راست میگم. فرزین دیگه راست میگه.
این زیر پاشه. تقصیر تو بود. مگه آجی نگفتم برای من بیای؟ زنگ بزنیم به مادرم، زنگ بزنیم به مادرم بگیم پاهم رفته. موبایل فرزین ببین موبایلت آنتن داره. آنتن نمیده. خب با گوشه اون بزن. نداره آنتن. نداره. همش تقصیر تو بود چرام. چی شد؟ چی شد؟ زنگ نزد. آنتن نمیده. لعنتی. شهرام لعنتی. الان خواب بجه میشه لا زمین پاهم پاهم نمیتونم دیگم به امام پنجه میشه. حاجی بیا بیا کنو بدانم برس حاجی تا رو خدا بیامم کنم من درس میبینم. سلام حاجی. حاجی گیر افتادیم. شهرام پاش رو مینه. من یه قرار نبود دنبال من بیاین. چرا حاجی برید؟ به خیال خودتون منو پیچوندین. شما خودتون رو پیچوندین. ببرمید بابا خودش که حاجی رو قال بذاریم. مگه نگفتی؟ ولکن بهنا حالا که وقت این حرفا نیست. حاجی تو رو خدا پاش رفته رو مین، نجاتش بده. گناه داره حاجی. آب رفته رو مین. حاجی پام رو مینه صدا کرد خودم خونسرد. هیچ اتفاقی نمیفته فقط خونسرد باشه. احسان یه دونه سرنیزه از این صندلی بردار بیار. بودو رو چشم حاجی. حاجی بندازم؟ چیو بندازی؟
بچه بیا بیار اینو ببر بده حاجی. برو فرزین با توه. بدش. اون بچه برداره بیاره. بیا تو، بیا عزیز، پا تو بذار جای پای من. بیا قربونت برم. بیا. حاجی گفتم اینا برامون درد سر درست میکنن. جای پای من آروم آفرین. یواش آروم. حاجی دخل اون اومده. با تو بذار اونجا. حاجی اونجا دیگه جای پا نیست. عزیزم هیچی نیست. ببین معلومه دیگه. با تو بذار. بگیر آجی. باید هم اونجا شما رو جا میذاشتم. یواش 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 آجی یواش یواش. دورشو خالی کن آجی. این نه این نه آجی تو رو خدا. این نه حرف بزن تو. شما این کاری آجی چی میزنم اشا بزنی که سه تامون رفتیم هوا چی رو بزنم قشنگ بشین دورشو خالی کنم. این پاشو آجی بزنم عزیز من. آقا این خیلی آجی تو رو خدا خودت تکون ندی ها آجی مارو نیست. حفظم آجی دستم به دامنیت قول رمسه تنیمیم آجی بخواهی آجی آجی داری کاراموزی میدی آجی تکون ندیم خدا همینم احسان جون احسان جون داداش نو کردم بولم نکن خیلی ها بیدم آش بولم نکنم حاج خوبه دیگه دین معلوم شد حاجی راسته حاجی حاجی این معبر خودم خونسو کردم حالا بعدا من تو رو میبینم سواشیم تو هم برو اینو جمع کن بیار حاجی بابا اینجا کجاست ما اومدیم به خدا یا پر از مینه یا پر از جنازه و استخون و پلاک و اینو الان پیدا کردم ببینم این جنازه و استخون رو کجا پیدا کردی نشون بده حاجی من پیدا نکردم خب هر کی بده کرده حاجی دروغ گفتم شهر اصلا کجاست حاجی غلط کردم اینکش میام دستم حاجی اینا حسین معصومی حسین معصومی حسین معصومی حسین معصومی ای چلو من 485 کجاست این کو شهید را اندام شهید را کفن لازم نیست چون بر تن خورشید کفن می سوزد چون بر تن خورشید کفن می سوزد
امشب دلم به یاد شهیدان گرفته تا لحظه های پیش دلم گور سرد بود در فصل سرد رنگ بهاران گرفتن کربلا دارد ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم احسان جون بی کشون ورد برم بزن من بشه بابا بزن من با هم بشینم بابا تازه من رفیق شدیم میخوام یه ذره فاز بدیم فاز بگیریم خب یه بینام بشینیم گپ بزنیم بابا بزن سلام آقا احسان احسان جون آقا برای سلامتی آقا احسان جمعیان سلام آمد سلال آمد 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 خیلی مخلصم چکن ببین بالاخره ندیم آقا این یه تیر بندازیم چی اصلا چی جوریه ببینیم چی میشه میگن تفنگ لغت میندازه آره من میگم چفیه‌مو که گرفتی که چفیه آره دمت گرم چفیه جای خودش ولی ببین این تیره یه داستان دیگه است من میخوام عزیزم برو سربازی اینقدر بهت میدن تیر بزنی که خسته میشی اون دو سالش بوده سربازیشو خریده مامانش من یه سوال بپرسم شما کجا موهاتون رو کوتاه می‌کنید؟ با قند شکر کوتاه می‌کنید؟ مدلش الان که خوبه دیگه بابا بریم بچه موصلا شدیم مرد حسابی. باله که چشه؟ تو هم بزنی فشن خیلی بهت میاد. من میرم تاریخگاه خودم میشون خودم راست میگم. خوشتیپ میشه؟ برای سلامتی حاج آقا صلوات بلند بفرست. الله حق که نشون دادین بچه های جگرداری هستین وقتی که تو اون وضعیت پیداشون کردم یاد عملیات کربلای چهار افتادم شما بگین یک سر سوزن ترس تو چشای اینا بود البته خب یه ذره رو که هممون میترسیم مهم اینه که بفهمیم توی اون شرایط باید چی کار کنیم مگه وقتی عراق به ما حمله کرد ما جنگ دیده بودیم یواش یواش را افتادیم دیگه آخرین مرحله عملیات کربلای پنج بود اونایی که حضور داشتن دیدن که چه کرب و بلایی بود حالا بچه ها براتون توضیح میدن تمام ماجرا رو بفرمایید دادیه روح شهدا سلام عملیات کربلای پنج بعد از عملیات کربلای چهار انجام شد به دلیل اینکه اون محور عملیات کربلای چهار لو رفته بود که پایین فاو قرار داشت بلا فاصله طرح عملیات کربلا پنج اجرا شد که قسمت جنوبی شلمچه بود یعنی الان اینجا شمال هستش اهواز این سمت هستش این ور جنوب هستش یعنی میشه به اصطلاح اروند و انتهای اروند یعنی فاو هستش اون قسمت غرب شلمچه هست که به اصطلاح عراق هست این قسمت ایران هست این جاده اهواز خرمشهر هستش
مهبری که داده بودن به لشکر 27 محمد رسول الله تحت نظر فرمان به اصطلاح قرارگاه خاتون انبیا بودش. سمت چپ ما خیلی پایین‌تر لشکر 25 کربلا عمل می‌کرد و در این قسمت لشکر سید شهدا عمل می‌کرد. محور ما قرار بودش که از پایین دریاچه ماهی در بیاد. دریاچه ماهی یک کانالی هستش که عراق از سال حدود 353 و 4 شروع کرده به زدن که اگر یه وقت از طرف ایران خواست حمله بشه یک مانع طبیعی باشه برای اینکه نتونن بسته رو بگیرن. اینجا الان بسته قرار داره. شبی که قرار بود ما عملیات کنیم هوا ابری بود. بنابراین مهتاب نمیتونست نورش بندازه رو منطقه که عراقی‌ها بتونن ما رو ببینن یا ما بتونیم اونا رو ببینیم. به خاطر همین اومدن با هواپیماشون منورهای به اصطلاح خیلی بزرگی، چترهای خیلی بزرگی داشت زدن. این منورا حدود یک رو کل اون منطقه رو روشن میکرد. فرمانده گردان ما یه آقای بود به نام پیرداغیان. ببخشید آقا، گفتید اسم فرمانده گردانتون چی بود؟ پیرداغیان، اردشیر پیرداغیان. ببخشید آقا، عکسش اینه؟ سلام، بفرم. خیلی خوش آمدی. پس شقایق کوچولو شما هستی؟ بله، من شقایق پیرداغیان هستم. آره، یادمه بابات عملیات کربلا یک بود، تیر 65 که میگو به دنیا آمدی. یادمه کربلا 5 شب عملیات یه عکس تو آورد نشون داد، یه دختر بچه کوچولوی 7-8 ماهه بودی. گفت این دختر من ببین چقدر بزرگ شده. این سالها کجا بودین؟ چی کار میکردین؟ من همسا زندگی میکردم با مادرم، ولی الان سال هاست از پدرم خبری ندارم. منم خیلی وقت خبر ندارم. حتی میدونی چرا اینجوری شد؟ گردان پای کار کوب کرده بود، نمیتونستم انجام بدم. بابات برای سرکشی اومد خط، همونجوری خونپاره خورد، پاش قطع شد. بعد به من بیسیم زد، گفتش که تو گردان رو برده برو جلو. هیچ، ما هم گردان رو حرکت دادیم، رفتیم زدیم به خط. بعدش خود من مجبور شدم، منو کشیدن عقب. دیگه نصف شب بود که این اتفاق افتاد. از اونجا منو برشتن بردن به شهرستانی بود، چون خیلی چیز نبوده کنم دور افتاده بود، یه بیمارستانی داشت. یه دو ماهی من اونجا بودم. بعد که حالم خوب شد اومدم دیگه از هیچ کسی ندیدم، از هیچ کس خبری هم ندارم. اصلا شما نمیدونید پدرم کجاست؟ خبر که ندارم، ولی ببین قول بدین مطمئن باش میتونم پیداش کنم. ببینید چرا؟ چون ما یه هیئت داریم بهش میگن هیئت گردان، هیئت گردان مالک بهش میگن، شبای جمعه تشکیل میشه. این بچهای قدیمی همه میان اونجا، قطعا یه نفر اونجا هستش که یه ردی از بابات داشته باشه. از طریق اون من میدونم، بالاخره میتونیم از طریق اون بچه ها پیداش کنیم. ممنون، دستتون درد نکنه. دو دقیقه همینجا باید سلام بردیم، خانم مواظبش باشه. سپیده پیرداغیان کدوم بود؟ بابا همونی که فرستادمون اینجا، یه پاش قد بود سر کارش گذاشتیم. ای چقدر خوب، خب بذاره این بهش بدیم. آی خب 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 خودشونم اگه خودشونم در میرن برو بیا خیلی خوب، خیلی خوب. رفت با اونجوری یه دقیقه کار داشتیم. میخوای زنگ بزنم بچه حفاظت بیان ببرنشون؟ بابا، اونا ببرن؟ اصلا اینو در حد اونا نیستن. من نمیدونم چرا حاجی هیچی به من نگفت. در این زمین ها، این ماشین ها چند میارزه الان؟ خیلی بیارزه 90 تومن، 100 تومن. خب
700 تومن این وقت این میاد با این ماشین کیف میزنه؟ من نمیفهمم. بیشتر به خاطر تفریح بوده به نظر من. تفریح؟ آره جمعونه دیگه. مثل دیروز تو میدونه میگید؟ نظر شما در این صورت شرطه؟ میخوای من زنگ بزنم به نیروی انتظامی؟ بله. دخترم این جوونا رو دست نیروی انتظامی بده. من خواستم بگم ببخشید دیروز شما گفتین که پای پدرم رفته رو بمی. بله. به غیر از شما کسی شقیق جون این آقایون فلان هستن بذار تا اونا در نرفتن کیفتو ازشون پس بگیریم بعدم باشون صحبت میکنیم. من خودم اینو یه طوری همه هایی میکنم شما رو نسر کنم. باجزه باجزون بگیریم. خواستم ای دوست غمت در نهان خانه قلبم ای دوست ای دوست داغت به دل ما از تنو آقا احسان داشت میگم شما تا حالا چیز رفتین بگو شهروازی واسه ارشاد و اینا نه همینجوری تفریح با خانواده بری تو شهروازی دم و دستگاه زیاده دیگه اما یه چرخ و فلک داره خیلی بزرگه دیدیش که چیه؟ عرض میکنم این چرخ و فلکه رو که سوار میشی 5 دقیقه پایینی 5 دقیقه اون بالا دوباره میای پایین دوباره میری بالا حالا حکایت ماست شما الان اون بالایی ما این پایین داداش بذار این یه تاب بخوره یه چرخ بخوره یه دورم ما بریم بالا یه دور چی رو به چرخه یه کاری کردن دیگه هیچ کاری نمیشه کرد آقا احسان تا این رفاقتمون به هم نخورده پاشمون در رو باز کن ما بریم پاشو وا کن دیگه ولم کنیم با این گندی که زدیم سلام. من فکر میکردم شما یه خورده شیطونی ولی انگار از یه خورده خیلی بیشتره حاجی جان باور کنیم ما اصلا نیازی نداریم کیف بزنیم بابا شما تشریف بیارین خونه زندگی ننه بابایی منو ببینین پس بفرمایید کیف این خانم کجاست؟ تو ماشینه دستم بهش نزدیم بعدم که پلیس اومد همونجوری ول کردیم رفتیم پس یعنی شما برای تفریح کیف میزنین ها؟ باور کنین خدا وکیلی ما این کاره نیستیم دوز نیستیم یعنی بس مال این حرفا نیستیم من واقعا نمیدونم چرا این دفعه اینجوری شد آقا اصلا هرچی شما میگید حقمونه فقط اجازه بدین خانما رو ما یه دقیقه ببینیم همه چی حل میشه که چیکار کنین؟ ازش رضایت بگیرین؟ نه آقا اردشیر پیرداغیان تو محل ما زندگی میکنه ما میشناسیمش یعنی میخوای من باور کنم این حرفتو حاجی راست میگه من خودم پاشد یعنی خودم دیدم پاش افتاده بود رو زمین کدوم پاش؟ کدوم پاش؟ من اینجوری نشسته بودم میکشیدم اینور پای اینوریش چپش احسان جون اون خواهرها رو بیار تو چشم آجی سلام کدومتون پدر منو میشناسین؟ اردشیر پیرداغیان شما؟ بله خانم تو محل ما زندگی میکنه کجا؟ شمرون راست میگه یه پاشون هم چیزه مصنوعیه من از بابت اون کاری که کردم شرمنده لازم نکرده شرمنده بشین اول کیفی که دزدیدین پس بدین بعد شرمنده بشین چشم چیزه باور کنین کیفتون دست نخورده تو ماشینه بعدش هم شما حق دارین اصلا ما رو تحویل بدین اما باور کنین ما سه تا تا حالا جلو کلانتری ردم نشدیم
میشه منو ببریم پیش پدرم؟ بله خانم، چرا نمیبریم؟ فقط به شرطی که بی خیال ما بشین دیگه. باز تو حرف زدی؟ بازم حواس میدونو مین کردی؟ خیلی خوب، باشه رضایت میدم. فقط خواهش میکنم همین امروز را بیافتیم. چشم چشم حاجی، خب بریم. حاجی جان خیالت راحت بشه، من باشون میرم تهران حلش میکنم. آقای پیرداغیان نمیدونین کجا؟ آقای پیرداغیان؟ سرزا نایمده؟ یعنی چی نایمده؟ تلفن موبایلی؟ شمالش هم پیداش کرده؟ خیلی ممنون. چی شد آجی نو؟ کرد هم؟ چه خبر؟ جا صراف خب گفت بردنش بیمارستان. بیمارستان البته حالش خوبه، نگران نباشید. اینم آدرسشه. دست در برید، منم خودم میرم. حاجی خیلی یاد خوبه، خیلی نوکرشون. از بستگان ما رو اینجا مثل اینکه بستری کردن. اسمشون چیه؟ اردشیر پیرداغیان. اردشیر پیرداغیان. اجازه بدیم. بله بفهمید. آی سی او طبقه پنجم. آی سی او؟ بله طبقه پنجم. آی سی او؟ آره همینجاست؟ آره طبقه پنجم. سلام خانم. ببخشید من خودم بخش آی سی ام. سلام خانم. سلام. ببخشید من که بستگانمون اینجا بستریه، آقای اردشیر پیرداغیان، می‌خواستیم ببینیمشون. شما پسرش هستین؟ خیر، پسرشون نیست. پس چه نسبتی باهاش دارین؟ دوستشم. دوستش؟ بله، یعنی از دوستاراشیم، بچه محلشیم. بچه من کلا بچه محلشیم. اینا با شما؟ بله بله، ایشون دخترشون هستن. سلام. سلام خانم، متاسفم الان نمیتونیم ببینینش. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون الان توی اتاق اکسیژنن و ملاقاتشون هم ممنوع. من فقط میخوام ببینمش، همین. ببینی خانم، خواهش میکنم، فقط یک لحظه، اونم این خانم، ما که نمیخوایم ببینیم. فقط میخوام بیرون از اتاق ببینمش. خواهش میکنم خانم، دخترش بعد سالها از خارج برگشته دنبال پدرش. بله من میفهمم، اما خب من نمیتونم یه همچین اجازه ای رو بدم. ببخشین آقای دکتر، ایشون دختر آقای پیرداغیان هستن و اصرار دارن که پدرشون رو ببینن. میشه خواهش کنم اجازه بدین؟ من سالهاس پدرم رو ندیدم، تازه هم اومدم. فقط چند لحظه خواهش میکنم آقای دکتر. فقط ایشون میتونم برم داخل، اونم به شرط این که به باران اکسیژن دست نزن. آقای دکتر دمت گرم، خیلی ممنون، مرسی. بفرمایید از اون طرف. سلام آقا پیرداغیان. سلام آقا شرمنده ایم به خدا. بالاخره پا تو کفش من کردیم. این حرفا چی آجی؟ ما خاک پاتیم آجی. کفش شما برای پای ما خیلی بزرگ تر از
آخ آخ. عزیزم بیا بچه بیا بیا عزیزم. آجی راحت باش. بیا بیا.